سرخط مهمترین خبرها، تاجیکستان برای روسیه 100 هزار مهاجر آماده میکند. صدمه پرقربانی در مرکز دوشنبه و فدراسیون فوتبال گفت سرمربی را برکنار نکرده است. مخلصان طلب دارند که پیتر سیگر به استعفا رود. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 22 ایون سال 2023 است. مقامات تاجیکستان گفتند برای سفربری به روسیه 100 هزار مهاجر را آماده میکنند. این نکته در ملاقات وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان با هیئت وزارت مهنت روسیه مطرح شده است. مقامات تاجیک میگویند نیت دارند مهاجران را پیش از سفر به روسیه در مرکزهای تعلیمی کلانسالان کسب آموزانند. این خبر در حالی است که مهاجران تاجیک بیش از یک ماه است که از رایدهای گسترده مقامات روسیه شکایت دارند. معلوم نیست که وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان در دیدارش با هیئت روسیه این مسئله را بررسی کرده است یا نه. در خبری رسمی در این باره چیزی گفتن نشده است. شام دیروز یک صدمه مدهش در مرکز دوشنبه 4 نفر را قربان کرد. حادثه بیگاه 21 ایون در نزد طرفخانه چمنارا رخ داده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت ارزو حبیبزاده با ماشین BMW مقابل حرکت راه برآمده با یک نقلیات مرسدس برخورده است. در پی این حادثه راننده و سه مسافر افتماشین مرسدس به هلاکت رسیدند. راننده و مسافر BMW باشد جراحت برداشتند. از عکسهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ماشین تمغه مرسدس کاملا خراب شده است. کاربران پرسیدند که ماشین BMW با کدام سرعت می آمد که این ماشین مرسدس را تا این حد خراب کرد. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. بینندگان عزیز، نخستین برنامه روزگار مهاجر روز 24 ایون پخش می شود. برنامه را می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ماه اپریل امسال نواره به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که یک زن کودکش را می زند. این ویدیو انتقاد و واکنش های زیاد را در پی داشت و بسیاری ها طلب کردند که مادر برای این کارش جواب دهد. حالا مقامات می گویند مادر طفل را جزا دادند. چگونه جزا؟ در گزارش فرزند محمدی می بینیم. یک زنی تاجیک را که ویدیوی زدن طفلش در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیخت جزا دادند. خالصه شایب وظیفه‌دار شده است که 35 هزار سامانی جریمه سپارد یا یک سال و دو ماه از آزادی محروم خواهد شد. حکم را روزی 20 ایون دادگاه ناحیه دنغره برآورد. خالصه شایب روزی 21 ایون به رادیو آزادی گفت از حکم راضی نیست، اما امکان شکایت کردن به زینه‌های بالایی دادگاه را ندارد. نوار زدن طفل دو ساله از طرف مادرش ماه اپریل امسال در شبکه‌های اجتماعی پهن گردید. بعضی از کاربران خواهان مجازات زن و پیشگیری از بدرفتاری با کودکان در تاجیکستان شدند. رادیو آزادی نخستین شده در مطلب نظر خالصه شایبه و پدری کودکش سیف‌الدین علیف را گیرد آورد. آن زمان خانم شایبه گفته بود که وقتی کودک غم داد عصبم ویران بود زدم. دادستانی کلی تاجیکستان دیرتر در اعلامیه گفت که شایبه با مقصد انتقامگیری از همسر سابقش سیف‌الدین علیف فرزند خردسال خود را نمایشکارانه زده است. سیف‌الدین علیف همسر سابق خالصه شایبه روزی 21 ایون گفت با حکم دادگاه راضی است و همزمان از همسر پیشینه‌اش خواست دختری او را اذیت نکند. خالصه شایبه و سیف‌الدین علیف چند سال پیش ازدواج کردند. حاصل زندگی یک جای آنها کودک است که حالا دو ساله است و زیر تربیه مادر قرار دارد. زن و شوهر یک سال پیش و بعدی به دنیا آمدن فرزند از هم جدا شدند. بار اول نیست که کودکان در تاجیکستان قربان ستیزه های خانوادگی می شود. در یک سال اخیر بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی و گروهی دیگر جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار چنین والدان را به مسئولیتی می نامند. دیگران پیامد مشکلی اجتماعی می دانند، از جمله بیکاری و فقر. روانشناسان می گویند همسران بعد از پاشخوری آیله یا
جدایی دراز مدت میخواهند با آزار و اذیت کودک از همدیگر قصاص بگیرند و به هم فشار آورند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبرها درباره برکناری سرمربی تیم منتخب کشور پیتر سگرد را رد کرد. خبرگزاری از پلوس از قبل فریدان سالیف سخنگوی فدراسیون فوتبال نوشته است خبر درباره سرمربی تیم منتخب تاجیکستان تعیین شدن ایگور چرفچنکو اوازه بیش نیست. فدراسیون با کسی در این باره گفت‌وشنید ندارد. سرمربی منتخب فوتبال کشور پیتر سگرد میباشد. بعد از ناکام شدن منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه جام کف 2023 ده‌ها نفر در شبکه‌های اجتماعی استعفای سرمربی دسته پیتر سگرد را طلب کردند. این متخصص 56 ساله خرواتی از آغاز سال 2022 منتخب فوتبال تاجیکستان را رهبری می‌کند. او اولین سرمربی شد که ملی پوشان تاجیکستان را به مرحله نهایی جام آسیا برد. اما فوتبال‌بازان تاجیک در دیدارهای اخیر خود ناکام شدند، به خصوص با حساب 5-1 شکست خوردن منتخب تاجیکستان از ازبکستان. خشم بسیاری ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. پیتر سگرد برای این شکست از مخلصان عذر پرسیده، گفت مسئولیت شکست را پر به دوش می‌گیرد. برخی سامانه‌های ورزشی از جمله متر ریتینگز رو نوشتند که ایگور چرفچنکو مربی تیم استقلال یکی از نامزدها به مقام سرمربی منتخب فوتبال تاجیکستان است. صفحه چکید مدیا 20 ایون در یوتیوب تحقیقاتی را با نام آیا پرزیدنت قرقیزستان با پشتیبانی فیکا نیاز دارد نشر کرد. در آن گفته می‌شود که کارمندان شعبه شرکت ملی تلویزیون و رادیو قرقیزستان اوید با پهن کردن اطلاع توسط شبکه‌های اجتماعی با فیک‌ها همکاری می‌کنند. مؤلف تحقیقات اصل سارانبایی و میگوید از زمان تأسیس این شعبه در ماه نوامبر سال 2022 در یک قطار صحیفه مطلب‌های نشر می‌شوند که در آنها حکومت توصیف، مخالفان رسانه‌های مستقل و سازمان‌های غیر تجاری تنقید می‌شوند. منبع چکید مدیا در شرکت گفته است شعبه مذکور مانند به یک فابریکه جواب است که بی‌واسطه از سردار خدمات سیاست اطلاعاتی دستگاه پرزیدنت قرقیزستان دایربیگ آرونبیکوف دستور می‌گیرد. خود آرونبیکوف این ادعا را رد می‌کند. یک تحقیقات رادیوی آزادی در سال 2019 نشان داده بود که در تاجیکستان هم فابریکه جواب عمل میکند. رادیوی آزادی آن وقت معلوم کرده بود که کارمندان دولتی و خصوص استادان دانشگاه ها را مجبور میکنند که با نام های مستعار در شبکه های اجتماعی علیه مخالفان حکومت نویسند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 ایون را فرا میگیرد. ۲۲ میونی سال 2003 بنابر نتیجه های نظرپرسی عمومی در تاجیکستان مهلت رئیس جمهوری در قانون تغییر یافت. به یک شخص حق داده شد که دو دوره 7 ساله در کرسی رئیس جمهوری کار کند. چون این تغییرات به قانون را همچون قدمی دیگر به تمرکز قدرت در دست یک نفر انتقاد کردند. 22 ایونی سال 2016 دفتر آزادی های شهروندی سازمان فعال حامی حقوق سربازان بعد 4 سال دوباره حق فعالیت دریافت کرد. حق فعالیت دوباره سازمانی که با فاشکاری های خشونت در ارتش نام برآورده بود تحت فشار جامعه جهانی امکان پذیر شد. 22 ایونی سال 2018 قروتاب تاجیکی نخستین بار در یک نشریه آمریکایی معرفی شد. نشریه آمریکایی The New Times طرفخانه نوی دوشنبه کافه را در مرکز شهر نیویورک معرفی و آمریکایی ها را به چشیدن قروتاب تاجیکی دعوت کرد. دوشنبه کافه یکی دیگر از طرفخانه ساخته مهاجران تاجیک در آمریکا می باشد. شبانه روز گذشته قرب پول ملی سومانی در برابر روبل و دلار تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 129 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1091 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. برنامه را به دوستانتان فرستید تا آنها نیز از خبرهای مهم آگاه شوند. تا فردا، خدا نگهدار.